یا الله، سلام علیکم. سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدین. یا هلا یا هلا، حیاکم الله حیاکم الله. سلام علیکم، تحياتي إلى جنوب لبنان العزيز المقاوم وكل المحور المقاومة، حياكم الله. سلام ريجان، سلام عزيز دير، خير خوش مهدين. مرسی مرسی موری جان، دورت بگردم. دوستان محبت کنین، لایک کنین، شیر کنین، فداشم دایی بیازده جون بگیره. سید یه نخ سیگار بکش روشن شی. داداش نمیشه تو لایف کشید، اینجا ممنوعه تو تیک تاک سیگار کشیدن، مثل این اینستاگرام نیست. ممنونم عزیزی، در دورت بگردم. شیر کنین دوستای خوب من. همه چی خوبه، شکر خدا، الحمدلله، همه چی خوب. مرسی موری جان، دورت بگردم. بیا آشغال اومد، دور از جونه خوبا. دو تا باجنا کونتون گذاشتن. دوستان لایک کنید، لایک برسه به 10,000 تا از باقی دوستان بیاریم بالا. لایک ها برسه به 10,000 تا، چشم میارم بالا. لایک کنین دوستان، شیر کنین. اصله کشی کف لندن داداشم، من دارت بگردم موری جان. یا هلا یا هلا، عشق منی موری جان، دورت بگردم. بچه ها میچرخن، یکیش اینجاست. همیجم بیادبی نکن دادا. داداش هر موقع دیدی من بیادبی بهت کردم، برگرد بیادبی بکن. همینجوری نه دیمی اینجا بیادبی بکن، برای خودت پشخار مادر بخری، لعنت نفرین بخری. عزیز دل من، دورت بگردم. دوستان محبت کنین، لایک کنین، شیر کنین، لایو و دورتون بگردم. آره داداش، گربه ها بزرگ شدن. یکی دیروز چیز داشت، عمل داشت، دیروز نه چند روز پیش، کوچولوه، این کوچولوه، این کوچولوه خانومی احبی عزر. سلام بگن، سلام بگن. بینی اینجاش عمل کرده، نگاه کن، رحمش در بردیم،
که اینقدر اذیت نشه، وقتی هم میره بالا میره بیرون دده مده با بچه نیاد خونه. عزیزم قربونت برم سامو جان، الان نمیتونم بیارم بالا داداش، لایک کنی لایک ها برسه به 10,000 که بتونم بیارم بالا. عشق من این، عشق من این. تیک توک آره دیگه، میره بی میره دده. مرسی مرسی مرسی، لایک کنین شیر کنین دوستان، لایک ها برسه به 10,000 تا که بتونیم بیاریم بالا. میره میچرخه دیگه داداش، معلوم نیست، عشقیه. جبری سلام سلام سلام، همه عزیزای بزرگوارم دورتون بگردم. دورت بگردم، مرسی عزیز دل منی. محمد علی خیلی خوش اومدی، آقا الکس جان خیلی خوش اومدی، همه تون خوش اومدی. یا هلا یا هلا یا هلا. لطف داری داداش موری جان، دیگه هم ما گذشته عزیز. سلامتی آقا موسی ملکی، آقا صمد کرده، بچه بچه خوبه، با غیرته، مشتی جیگرداره، غیرتمنده، وطن دوسته. داداش همه خوبن از نظر ما تا موقعی که عکسش ثابت بشه. پشتیبان هم خوبه، دیروز باش صحبت کردم، ایرانه. آقا بیادبی نکن داداش. داداش بیادبی نکن اینجا. هر موقع از من بیادبی دیدی اون موقع برگرد بیادبی کن. داداش بیادبی نکن. ساندیس وطن شرف داره به وطن فروش های مثل شما، حداقل ساندیس وطنیه. تو که انگوه موساد و سیایه و آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سعودی ها رو میخوری، چی میخوای بگی به خودت؟ موری جان بعد میگم به این براندازای بیناموس میان اینجا فحاشی میکنن، بیادبی میکنن، جیر خور موساد و وهابی و سعودی و انگلیس و آمریکا. زنده باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد مقام معظم رهبری، زنده باد هر چی وطن دوست با غیرت با شرف ناموس دوسته. عبدالرحمن تحیاتی انا و الکم حبیبی، اهلا و سهلا بیک.
سيد اياد، اللغه الفارسيه صعبه؟ لا. حلو، شما مسلمان دوست دارید؟ البته که دوست دارید، ما همه رو دوست داریم. تا موقعی که اذیت و آزارش به ما نرسیده، شمشیر از رو برای ما نبسته، ما دوستش داریم. حالا ممکنه اختلاف رأی داشته باشیم، اختلاف عقیده داشته باشیم، اختلاف سیاسی داشته باشیم، ولی این که در حیطه ادب بیاد با ما صحبت بکنه و تهدید نکنه و تهدید به قتل نکنه، مثل این براندازا هستن، میگن فردای آزادی همه تونو میکشیم، از دم تیغ میگذرونیم، تیربارانتون میکنیم، تیر بر براتون آماده کردیم، همه تونو آویزون میکنیم. خب اینا معلومه دیگه، شمشیر رو ارو بسته. البته که هیچ غلطی نمیکنن اینا، اون حالا هم نتونستن بکنن، فقط فحاشی، بیادبی، تهدید. ما بازم بگیم آقا هموطنن، گمراهن، حالیشون نیست، براشون آگاه سازی میکنیم، شفاف سازی میکنیم. میگه خب این اولین باره که میبینم ایرانی فش نمیده. چی بگم والا؟ میگه سه طرفدار کجایی؟ من طرفدار کلمه حقم. آقا مشتبه داداش، خودت هم سولاخ داری داداش، بیادبی نکن. میگه کجا زندگی میکنی؟ انگلستان، شهر لندن. خب آقا مشتبه، تو که نوشتی سولاخی، میخوای سولاخاتو بشمارن، مال خودتو، خانوادتو بشمارن که بدونی حالیت بشه، دفعه دیگه نیای بیای بیادبی بکنی. این دوستمون نوشته از لیورپوله. زنده باشی داداش. دوستان شیر بکنین، لایک ها برسه به 10,000 که ما بتونیم بچه ها دوستان ها بیاییم بالا. دلیل چی بود اومدی انگلیس؟ داداش من 30 سال، دلیل از من میپرسی؟ 30 سال من بیرونم داداش، دلیل چی میپرسی داداش؟ آقا سمیر میگه کامنت های ما خار داره نمیخونی، داره فوش ناموسی میده. آقا سمیر چرا داداش؟ مال ما خار داره بهت هم میچسبه. بیادبی نکن، بیادبی نکن. اون موقع مجبور میشم جواب بیادبی تو بدم. کی رو بندازم بیرون مال جام؟ داداش تو بازپرسی مشکل چی فلان اینا؟ داداش پی خیال، داداش هر که هر جا دوست داره میره زندگی میکنه، هر جا که دوست داره. شما هم آزادی، هر جا دوست داری برو زندگی بکن. مهم نه فرهنگتو بفروشی، نه دینتو بفروشی، نه وطنتو بفروشی، نه ناموستو بفروشی. پایبند اصول و اعتقادات خودت بمونی و از حق و حقیقت و شرافت و تمامیت ارضی وطنت دفاع بکن، هر کجای دنیا میخوای باش. اینطوری ها داداش من، عزیز من. خب بگن مرگ بر انگلیس، با مردمش چی کار دارم؟ میگه مگه مرگ بر انگلیس نمیشه تو ایران؟ هر جای دنیا دوست داری برو بگو. من اینجا وسط، اینجا وسط انگلیس دارم میگم. مشکل تو چیه؟ الان دنبال چی میگردی؟ مری جان سلام. میگه سید جان خدا وکیلی دوغ میخوری، سیویلات دوغی نمیشه. بشه، مگه مشکل اینه برای تو؟
میگه والا منم انگلندم. زنده باشی داداش، هر کجا هستی سالم و تندرست باشی داداش. ما اصولا من خودم شخصا بچه غریبا رو دوست دارم داداش، چون غریبی بد دردیه. سلام داداش. دوستان لایک کنین، داره تو بگردم لایک ها بره بالا که بتونیم دوستان رو بیاریم بالا. قاسم جان سلام. سعدی داداش به خدا با هم چشامون دیگه ضعیف شده. شما کردی؟ بله عزیز من کردم. داداش اول مرگ بر خودت بگو ببین راضی میشی؟ برای خودت مرگ راضی میکنی؟ راضی داری؟ راضی میشی؟ چی میگن؟ بعد بیا به اینا اون مرگ نثار بده. مری جان ممنونم، ممنونم که لایک میکنی عزیز. یا خدا مرگ بر خودت، میندازمت بیرون. یه بار دیگه بخواید به رهبرم بی ادبی بکنیم با تیپا میندازمت بیرون. تو اگه وجود داری مرگ به اون کسایی بگو که خیانت میکنن به ایران، خاک ایرانو فروختن. برو یه ذره تاریخ بخون ببین کی خاک ایرانو فروخت، کیا دنبال تجزیه ایران هستن، برو اونا بگو. میگه یه سوال داداش، سوالتو بپرس داداش. تو همه وجودت همینه، بیا اینجا مرگ بر فلان و نظام و اینا بگی، وجودت همینه با یه پیج فیک. ابو وسام حبيبي انيق الايران. میگه درود بر خامنه ای و سیستمش، حیاکم الله. نه ما اجازه نه همینجوری نمیندازیم بیرون، یکی دو بار بهش فرصت میدیم چیز یاد بگیره، ادب یاد بگیره. اگه دیدیم نه اصرار بر بی ادبی داره، خب الان مثلا اصرار بر بی ادبی داره، برو بیرون. ببین برو بیرون، یه تیپا در باسنت، برو بیرون. آفری، حالا برو. انداختمش بیرون، برو یا با یه آکانت دیگه بیا. دقیقا اینا نه منطق بحث دارن نه شعور سیاسی، اینا فقط آموزش دیده بیان فحاشی بکنن، حرمت شکنی بکنن، فقط همینا. دیگه معلماشون مریم زبدری و مسی نژاد و نمیدونم اینان دیگه، صاف فتواشون کانال های ضد ایرانی و آموزش فحشا و بیشرفی و از اونا فتوا میگیرن دیگه. میگه بالا نوشتم بخون. داداش چی نوشتی بالا؟ میخوام با بچه ها بیام انگلیس بزنیمت، ببینیمت یا بزنیمت. راهی هست. تو کجا هستی؟ قربونت برم فرداد شم. تو اصلا بیا ما رو بزن، من بگو کجایی داداش. اگه سختته یه لوکیشن بده، یه شماره تلفن تو دایرکت بده، یه 5 ثانیه 10 ثانیه هم از صورت چهرت یه فیلم بگیر.
خب که لاغل ببینیمت بشناسیمت داداش کجا هستی؟ ما خودم میام داداش، زحمت به تو نمیدیم، قربونت برم. زنده باد ملت جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه ای، لبیک. درود بر تو عبدالله. میگم این داداشمون عکس نیکا گذاشت، بذار بذاره داداش عکس اسرائیل، پرچم اسرائیل نذاره، عکس هرکی رو میخواد بذاره بذاره. ادعاشون میشه ایرانی هن. از ایران به قول خودشون دفاع میکنن، بعد میان پرچم اسرائیل رو میذارن. چه وطن پرستایی هن اینا. حالا عکس میخواد نیکا کرمی بذاره، مهسا امینی بذاره، بالاخره اونا هم ایرانی هن. حرفی درش نیست، هرچی باشه خدا رحمت بکنه. ما به مرده هم بیادبی نمی کنیم، اخلاق ما اجازه نمیده سر سفره پدر مادرمون بزرگ شدیم. ولی این که میاد پرچم اسرائیل و آمریکا رو میکنه عکس پروفایلش و میره تو تظاهرات پرچم این بی‌ناموسا رو برمی‌داره و ادعای ایرانی میکنه، دیگه باید به نطفه شک کرد دیگه. میگه تو که ایرانی نیستی سید جان، کرد فعلی و عراقی هستی. دابو تو هم مثل منی دیگه، مگه نه کجا خبر داری دادا؟ کرد کرده، هر کجای دنیا میخواد باشه کرد کرده، همونجوری که ترک ترکه، هر کجای دنیا باشه ترکه، هر کجای دنیا به دنیا اومده باشه به اصل و نسبش برمیگرده. دست هم میتونی بیای برای ما بگی آقا جان کرد فعلی یعنی چی؟ از کجاست؟ کرد فعلی از کجاست؟ تاریخ کردای فعلی رو تو میدونی چیه؟ میگه من خودم تو دوستمون نوشته، من خودم تو رو گمالی به همه میگم ایرانیم. درود به غیرتت. ما الان تو ایران عرب داریم، کرد داریم، ترک داریم، مازندرانی داریم، همه قومیت ها هستن، بلوچ هست، سیستانی هست، هرکی به زبون خودش داره صحبت میکنه ولی به وطنش افتخار میکنه. میگه عرب نداریم تو ایران. کی گفته؟ خوزستان پر عربه. داداش اون حس خرمایی که برای ما حواله میکنی اینجا به کار نمیاد دادا. نه اینجا بیادبی بکن، حرفی داری منطقی بیا بگو، ما نوکرت هم هستیم. هر کجا هستی داداش زندگی میکنی سلامت باشی. ترک و عرب و عجم نداریم. این همه کارش شده فوش بی حیایی. داداش خب اینا رو فوشا رو از اینا بگیری حرفی برای گفتن ندارن، نه منطق دارن نه شعور سیاسی دارن. میگه این دوستانی که بیادر میکنم وضعیت سلامتی روحیشو خیلی خراب است. بله داداش بهشون گفتم اینا اکثرا افسرده شدن. عیسی جان داداش خیلی خوش اومدی به سر ایران. زنده باشی داداشی، خیلی خوش اومدی.
داداش لایکا تا 10,000 نره من نمیتونم بیارم بالا. سلام بر رئیسی، درود بر جلیلی. ایوالله میگه تو چرا قیافت مثل فلان منه. خب بیا بپر روش. چرا میخوای من جواب تو با بیعدادی بدن؟ آقای یوسفی بیعدادی نکن دادا. داداش بر میگردم بعد میشورمت، بعد جور میشورمت. نهایتش میاد دوتا کامنت میریسی، من دایمه سیکتیرتو میزنم میدازمت بیرون، ولی یک ساعت فاش خوار مادر بهت میدم. اگه روح شاد میشه اینجوری اجازه بده خب دوباره بنویس. نوشته مخبر. مگه مخبری آبجیت کرد؟ آه یادم اومد، مخبری آبجیت کردم. اومدم بهت گفتم آبجیت میره دده به این و اون میده، زیرخواب این میده، عقب و جلوش یکی شده، شاکی شدی. به جایی که بری یخه آبجیتو بگیری چرا میره دده، اومدی اسم ما رو گذاشتی مخبر. چرا؟ چون اومدم بهت خبر دارم که آبجیت میره دده. آفرین. افتاد؟ از سیبیلا حسودی میکنی نه؟ آرزو داشتی همچی سیبیلایی داشته باشی نه؟ برای همینه فش میدی نه؟ بذار شونه بکنم. از سیبیلا هم حسودی میکنی چون نداری دیگه، بدبخت بیچاره. همه تون اومدین اینجا، امثال شما رو میگم، کیس گی دادین، ادعای تمدن میکردین، گفتین خودتون دین دارین، زرتشتین، بعد اومدین اینجا مسیحی شدین، پشت بندش کیس حلقه طلایی دادین. برای راست آزمایی هم رفت. سه چهار دست کون به این پیره مردا و پیره مردا و پیره چیزا هستن، میرین کونشون رو پاش باگ میکنین. خب به اونا کون دادین، وارونا کون دادین، کیس حلق تلاییتون مور تایید خورد و دیگه الان دیگه اینجوری ها دیگه تو رژه کونی ها و گی گی ها میرین. گی گی پرچم گی ها رو برمیدارین. بالا پایین تو شیش دیگه از ویت میزنین، همه جوره صاف میکنی. آقا هم گیره دوتا پیره مرد اروپایی میفته میکنن تو. بعد بیا اینجا قصد میگیره ریسیبیل سید رو میبینی قصد میگیره. خدا دست اینا من چقدر به اینا بخندم. میریم به اون کشیشا، پدر روحانی ها هستن کشیشا، واسه تعمید تو میده انگوی کورتون میکنن، تو کورتون میذارن. خب زرتشتی بود اینا، از ایران فرار کردین اومدین اینجا زرتشتی شدین. زرتشتی بودین بعد اومدین تو کلیسا قصد تعمید برات با آب معنی کشیدن پدر روحانی و کشیشات کلیسای اروپایی، شدین مسیح. بعد از یه مدت دیدیم اینا که اینجوری بودن.
تو تظاهرات گیگیا میبینی بشو اینا که پرچم رنگین دارن و اینه می نویسن بسم الله چی به نام خدای رنگین کمان پرچم گیا رو بر می دارم من میگم به نام خدای رنگین کمان بایدش شما با افتخار دو وسط انگلیس پرچم ایران رو برمیداریم پرچم ایران رو برمیداریم شما میریم پرچم گیا رو برمیداریم و پرچم مملکتمون رو برمیداریم با احترام از ایران فرار میکنین میگین میاین اینجا میگین ما تمد ما خودمون دین داریم اسلام مال ما نیست ما خودمون زرتشتی دین داریم کردار نیک پردار نیک گفتار نیک بعد میاین اینجا کیس مسیحی میدین پدر روحانی ها تو کلیسا کورتون میذارن با آب معنی خب با آب معنی قصد تعمیدتون میدن میشین گی گی میرین تو تظاهرات گی گی ها پرچم رنگی ها رو بر میدارید گی گی میشید گی گی میکنید با هم دیگه گی 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 مگه ما مثل شمایی ما با افتخار سینه همونه نمیدیم جلو پرو نترس پرچم مملکتمون رو بر میداریم بالا میگیم ما از این پرچم دفاع میکنیم مثل شما که اوبی موبی نیستیم که گی گی چی شد دین زرتشت تو فرهنگ 2000-3000 سالتو کوروش کبیر فرهنگ کوروش کو و چرا آره دین زرتشت به تو گفته بود بیاین اروپا بیاین اروپا مسیحی بشین بعد گیگی بشین پرچم کونیا گیگیا رو بردارید برید تو تظاهرات همجنس باسا و ترنسا شرکت بکنید زرتشت اینا رو به شما گفته بود ها یا کوروش کبیر اینا رو به شما گفته بود بی ناموسا ها خواهی بکنیم مثل سید آیپوش پرچم مملکتتون رو با افتخار بریم بالا آبرو خودتون و خانوادتون رو بردین شما دیگه کی هستید زیاد زیادش هم چی میری پرچم بیناموس اسرائیل رو برمیداری عکس پروفایلتون پرچم اسرائیل میذارین بیناموسا شما کی هستین زیر کیر کی بازار شدین ابن العراق حفظ الله سید الخامنه ای والله بیناموسا دوستان لایک کنین لایک ها به 10,000 برسه که من بتونم دوستان رو بیارم بالا میخندونن ابن العراق نوشته انتم حمات الشرف حبیبی انت نور عیونه اهل العراق اخواننا و فی قلبنا و تاج راسنا و عیوننا كل الهلا بيكم بالشعب العراقي الطيب النشامة الكرامة حبيبي حبيبي أبطال أبطال تو اگه میتونستی بگایی که آبجید کسته میداد زنت کسته میداد بی ناموس وای نمیسادی در خونه از جتون بفروشی مادر جنده یه دمت گم ازم آقا کجا بودی تا حالا برادرم زنده باشی میگه نحن و انتو مسلمین لمن
سالکم و حرب لمن حاربکم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حبیبی احنا اخوان یوم القیامه ان شاء الله لحمنا و دمنا واحد، اخوان و خوات شعب العراقي البطل بكل عشائره من شمال الى جنوب من الغرب الى الشرق، اخواننا وتاج راسنا. الله يحفظكم وينصركم. بحب ولاية علي سلام الله عليه. أعزائي دلماني دورتم بقالهم. ای خدا دستی تو ما چقدر بخندیم. آقا عباس دوستان لایک کنین شیر کنین، انگشتتون رو صفحه نگردنین فالووراتون میاد. خب میتونین به همه شیر بکنین. بعد ایام تزور نیابتن عنک من اهل بیست. اشكرك حبيبي رحم الله والديك، محتاجين لدعاكم. اشكرك لو عمر موجود ان شاء الله احنا نجي نزور للاربعينيه، لو عمر موجود اجي هناك ان شاء الله نشوفكم عن غريب. حبيبي لو عندك رقم هذا واتساب دز لي بالخاص. آه خدا آقا عباس ممنونم که لایک میکنین، درود بر شما. آقا امیر داداش فوش نده، ببین فوش بدی میشورمت. احترام خودتو بگیر مؤدبانه، نقد بکن، بحثی داری گفتگویی داری مؤدبانه بگو داداش اگه ما بهت بیادبی کردیم هر موقع هر چی دوست داشتی به ما بگو، از ما بیادبی نمیشنوی داداش. نوشته عربزاده های کثیف. تو خودت الان اسمت مهدیه، مهدی هم اسم عربیه، بعد تو بیا به ما ثابت کن که تو تخم 100% آریاییه. من که بعید میدونم یا تخم چنگیزی یا مغولی یا تاتاری یا انگلیسی یا روسی. اونا که به اهل بیت فوش میدن یه راست ببین مسدود برو. مهدی تاتار حتما یا تخمش به تاتار میخوره یا به چنگیز یا به مغول. اونا که دیگه صیغه عقد جاری نمیکردن مثل مسلمونا. مسلمان ها اومدن با بانوان و مادران ایرانی ازدواج کردن، صیغه عقد خوندن. خب ولی مغول وقتی اومد دیگه صیغه میگه نخوند، همه مردا و پسرا رو کشت، فقط به زنا تجاوز کردن. اینی که داره به سیدا حرف میزنه، به بچه سیدا حرف میزنه که 1400 ساله دارن از آب و خاک و ناموس ایرانی دفاع میکنن، حتما تخم مغوله یا چنگیز یا تاتار، شاید هم انگلیس، شاید هم روس. یه تست دی ان ان بده. الحمدلله همه سادات پدر اندر پدر اندر پدر اندر پدرشون میتونن بشمارن
میگن آقا کیو کیو کیو، آقا من پدرم کیه، پدرم پدر 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 پدرم تا 14 نسلم رو میتونم اسم ببرم. تو بیا به ما بگو دو تا سه تا پدرتو پای سرم، پدر و پدر بزرگ تو اسم ببر اگه راست میگی. یه چیزی به تو یاد دادن به خاطر اینکه خب مملکتتون رو تیکه تیکه بکنن، ایران عزیز ما رو تیکه تیکه بکنن، درگیری درست بکنن، درگیری طایفه‌ای مذهبی عشایری درست بکنن. فقط اینو بهتون یاد دادن تو مغزتون اتوماتیک. با چجوری میری تو سوپرمارکت دنبال نوشیدنی میگردین، فانتا هست، سون آب هست، انواع اقسام نوشیدنی، آب سیب، آب پرتقال هست، ولی عباس که کوکاکولا 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 بهتون گفتن و تبلیغ کوکاکولا کردن، اتوماتیک هم میری تو سوپرمارکت یا یک کیوسکی میخوای چیز بخری، اتوماتیک میری کوکاکولا رو برمیداری میخوری. خب به شما هم انقدر هی تو مغزتون کردن، تو مغز عربا تجاوز کردن، عربا تجاوز کردن، عربا تجاوز کردن، ولی هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت راجع به تجاوز مغولا براتون نمیگن، تجاوز اسکندرا نمیگن، تجاوز نمیدونم روسا نمیگن براتون، فقط تجاوز. چرا؟ چون پایش به اسلام میخوره. از اسلام بدتون میاد، چون اسلام باعث میشه، باعث اینه که شما بیبندوباری نکنین، شما عاشق بیبندوباری. آزادی رو در کثافت لجن و بیبندوباری میبینین. از قدیم داداش، از قدیم گفتن، ببین از قدیم گفتن، از الان نمیگن، از قدیم هر چیزی که حساب و کتاب داره کارش درسته. من جواب بی‌ادبی شما رو نمیدم بانو ساندرا عزیز. خب اسلام همه چیزش با حساب کتابه. انشالله که دیگه بیادبی نکنید بانوی بزرگوار. اسلام به شما بدی نکرده، شما به اسلام بدی کردین، یادتون نره. وقتی تعالیم دینی رو ازش به خاطر اینکه بیبندوباری بکنین و به هر کاری بکنین، اسلام به تو گفته دروغ نگو، چرا دروغ میگی؟ اسلام گفته آقا فحشا نکن، چرا میری فحشا میکنی؟ کجاش بده اسلام؟ اسلام گفته دزدی نکن، چرا میری دزدی میکنی؟ اسلام گفته زنا نکن، چرا میری زنا میکنی؟ یعنی خودت میخوای، خودت میخوای، اشکال از خودته، به اسلام نبندش. خلاصه اینه، همین مال عربا رو میگن، عربا تجاوز کردن. اولا خجالت نمیکشین؟ شما دارین به مادران ایرانی داریم بی حرمتی میکنین، تهمت تجاوز میزنین به مادران ایرانی، مادرانی که ایرانی که 1400 سال بچه سید و به دنیا آوردن و تو این مملکت دارن زندگی میکنن. برین قبرسونای ایران رو نگاه بکنین، به زهرا رو نگاه بکنین، ببینین چقدر بچه شیعه و بچه سید اونجا خوابیدن تو همین 8 سال دفاع مقدس در برابر بعثی‌های عراق. چقدر بچه سید شهید شدن، سینه قبرستون خوابیدن، به خاطری که امثال تو بعد بیا بهشون فحش بدی، به مادراشون فحش بدی. انصافت کجاست؟ حیات کجاست؟
تو آره لعنت به اسلام میفرستی، چون مانع اسلام، مانع هرزگی توه. تو دوست داری هرزه بشی، تو دوست داری هرزه بشی. اسلام مانع دروغ گفتن توه، تو دوست داری دروغ بگی. اسلام مانع زناکاری توه، چون تو داری شبانه روز زنا میکنی. خب معلومه دیگه، ویدیوهاتونو میبینیم، کلیپاتونو میبینیم، کسکونتون انداختین بیرون، لجنبازی میکنین، علنی میایین میگین ناموس ندارین، علنی میگین ناموس ندارین، علنی میگین میخواین آبجیاتون برن بیرون، با شورت و کرست برن بیرون، علنی دارین میگین. میگه دروغ؟ برو آقا همین فضای مزاجی بنویس دیگه. خمینی و جمهوری اسلامی ایران اومد بارا و دیسکوها و جندخونه و شهرنوهایی که محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه درست کرده بود و ورداشت، بس جمع کرد. شهرنوهایی که تو خیابون جمشید بود گمرک درست کرده بودن، یادت میاد ساندرا خانم؟ خمینی کبیر اونجا رو پارک کرد و کتابخونه کرد. تو الان میای مینیسی شاه 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 جاوید شاه، کدوم جاوید شاه؟ جاوید شاه تو مرده. خمینی اومد اون جندخونه و بارا و دیسکوهایی که شاه براتون درست کرده بود و جمع کرد، کتابخونه کرد، فرهنگ سرا کرد. یه سرچ بکن ببین جای شهرنا چیه، اونجا در دوران جمهوری اسلامی ایران چیه. ولی چون تو دوست داری از ذریت اونایی، از نطفه اونایی، از ترکه شهرنوایی میای اینجا به شهر، میای به اسلام فحش میدی، چون تو دوست داری فاحشه باشی، تو دوست داری هرزه باشی. اسلام مانع توست، جمهوری اسلامی ایران مانع توست. افتاد؟ این پرچم مانع شماست. افتاد؟ این پرچم مانع شماست. افتاد؟ این داستان. خجالت کشیدی رفتی؟ حقیقت رو گفتم، چرا از حقیقت ناراحت میشی؟ براندازا دنبال کسافتکاری و بیبندواری و فحشا و راه انداختن دیسکو و بار و جندخونه و استریپتیز و قمارخونه هستن. ببین وقتی یه خانم میاد الفاظ پایین تنه به کار میبره، کامنتاش فحاشیه، میاریش بالا فحش میده، فحشایی که من مرد یا مردای دیگه 100 سال دیگه خجالت میکشن اون فحشا رو بدن، تو ادعات میشه. خب معلومه تو آقا تو کی هستی دیگه، تخم ترکه شهر نوی دیگه، تخم ترکه همونی که رضا شاه و محمد رضا شاه شهر نوها رو درست کرد. بابا کونی بود تو شهر نو، ژتون میفروخت، مادرت هم اونجا کس میداد. خب تو پس افتادی، عادت داریم به جندگی، به هرزگی. خمینی نذاشت، جمهوری اسلامی و این پرچم نمیذاره. البته دیدین تو ایران نمیتون گفتیم میاین بیرون، میاین بیرون بیادبی میکنین، بیحرمتی میکنین جندگی دیگه، اینجا هم کسی شما رو نمیکنه. آنکو برای همین افسرده شدین، عقب افتاده شدین، کج کله شدین،
میریم به این پیر مردا، پیر زنا شدین، عقب افتاده شدین، کج کله شدین. میریم به این پیر مردا، پیر زنا، فوشای ما آب داره که خود ارضایی بکنن. ساندرای میاد تو اینجا من عصبی میکنه و امثال اینا که من فوشای آبدار بدم این خود ارضایی بکنه تو لایف. و الان میدونم دستش کجاست. باور کن، باور کن. میای بالا، اگه میگه اگه میارمت بالا، ببین میارمت بالا، اگه دستت اونجا نبود هرچی دوست داری بود. میارمش بالا. خرکوس افسرده شدن، کسی نمی کندشون تو اروپا. میان سیکس چت سیکس میکنن تو، میان تو لایو هایی که همش پایین تنه صحبت میکنن، خورده ارضایی میکنن. بدبخت های بیچاره بر اندازه های تو خونترک های شهرن. میگه من این کار رو نمیکنم. من مطمئنم داری میکنی، مطمئنم الان دستت اونجاست داری میمالونیش. بیارمت بالا. آه من برات درخواست میده. آه بیا بالا، درخواست بده بیارمت بالا. بیا الهی که تو بمیری و مادر داغ تو رو داشته باشه. هر به تخم تازی عراقی کثیف. با تو چه گویی هستی؟ گوه خوردن دیگه به تو نیومده. من خود ارضایی بکنم، من شرف دارم، من بدنم حرمت داره. اون شهر نو به تخم تو نرسیده. بوز سوراخ چون تو دیگه کی هستی؟ حروم زاده ولد زنا. آخه کیرم تو کس ننت بره، شاشیدم تو اون سیبیله. برو گم شو اسکل با اون پرچم کیری. مادر جنده کسکش تو به جز مفخوری کسکشی چون نشور بازی تو چی آوردی برای اونجا؟ تو انگلیس زندگی میکنی؟ همه هم آمار تو رو دارن، حتی هم شمارت رو دارن. کسکش نفهم حرومزادی ببارو گمشو ببینم کیرم تو اول و آخرت بره. ریدم تو اون آخونداد، ریدم تو اون سیدالی چلوهد. تو اگه داشتید تو مؤنث کش مادر جنده تو خوترکش تو هی حرفا نمیتونی آخه. ننت هستش، ننت جنده است، ننت شهر نسی حرفا رو میزنه، ننت شهر نو هست. حیا نمی کنی، حیا نمی کنی تو ایران مادر... شهر نو را مادر جنده خجالت نمی کشی، پسکه خجالت نمی کشی، عروم زاده ارضایی می کنی با فرقی لاهی تو بمیری. چرا خود ارضایی می کنی؟ چرا خود ارضایی من نظری بره با فحاشی نظری بره مرد تو حیا نمی کنی؟ حیا من ندارم وقتی تو کله کیری رو تو رو میبینی. نه حیا نمی کنی؟ خجالت نمی کشی؟ ها؟ اومد؟ اومد؟ حالا دستتو بگی زیرش. چون داشت میزد ها، واقعا داشت میزد. بیارمت بالا. تموم کردی؟ آروم شدی؟ من هیچ شد این کارو نمی کنم. تو فکر میکنی من خود ارضایی میکنم ولی تموم شد زدی؟ چرا منو میوت میکنی؟ تموم شد زدی؟ ترسی عراقی؟ عراقی؟ کسافت عراقی. الهی بمیری، بمیری الهی، بمیری. پدرت گریه کنه سر قبرت.
الهی که مادرت سر قبرت گریه کنه از درد و ولی هنوز داری عذاب، بمیره میزنی، اون مادرت، داری بمیر میزنی، الهی، خواهرت بمیره، ببین مشکل بمیر نداره، الهی. با من خودت ریدم اومدی تو تو اون اروپا چهاردن گیر نسل افتادی، با خود سیدزاده نداری، تو، با الهی خودت که خب بمیری، برگردی الهی افتاد که جوون بمیری، ایرانی الهی که افتاد. بمیری، الهی که میگم برگرد ایران، نذری میکنم، برگرد حاجت ایران، ایران میکنم برای پارو مرگ بکنه، تو. تو کسافت علکی داری پای تو به حرامزاده، دین اونور میزنی، کسافت، دنبال الهی پاسپورت که تو برای ببینی ما میگردی، مادرت سر قبرت وایسه خودارضایی تو لای ما گریه کنه، میکنی، خون گریه کنه، خودارضایی تو لای الهی ما که همه میکنی، که تو رو حیا میشناسه خون نمیکنی، بره تو گریه کنن، حیا الهی نمیکنی، که دنبال بمیری شر از نو سرطان، میگردی، بمیری، نگاه کن، حیا نمیکنی، میر حیا نمیکنی، تو شهر نو میگردی، دنبال شهر نو میگردی، ها حیا نمیکنی، حیا نمیکنی، تو لایوا میای، شهر نو خودتی، باور کن، تو باور خود کن، شهر نو هستی، تو خود بابا شهر نو مگه تو هستی، دنبال آزادی و پشم کس نجاتی و ننتو فساد کردی تو برداری و صورتت. مادر جنه من نمیگردی آزادی زندگی دارم، تو ولی تو ایران، گوخور مگه رفتی، تو تو نمیخوای انگلیس شهر میگه نو باز برو بکنی تو و همین بیستون جمهوری باز اسلامی بکنی، زندگی کن مسجد اگه خیلی فروشی باز مردی، بکنی، اگر تو خیلی ها مرد میدانی هستی، اگر تو خیلی حیا نمیکنی، شهر جمهوری اسلامی تو زندگی کن. اگه چرا منو زن میوت شریف میکنی؟ بودی چرا میای مادر جنده تو لای خودتی، ما تو پشت سید ناموس آبی میدی، پوش تو حسین اگه زن شریفی بودی چرا میای اسکش تو لای ما، تو اگه زن شریفی بودی چرا میای تو لای ما فحش ناموسی میدی، پایین تن صحبت میکنی، چرا جواب بده ها، چرا بمی حیا نمیکنی، مگه تو صاحب تمدن نیستی، مگه تو دین زرتشت نداری، مگه تو گفتار دارم، نیکوکار ولی تو نیک جنگل نداری، مگه تو دارم، دارم مگه تو تو مگه خسکش، تو مگه تو مگه نمیگی کوروش کبیر، کوروش کبیر بهت گفته بیا فحش ناموسی بدی به عنوان یه زن به یه مرد، آره 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 کوروش کبیر به تو گفته، کوروش کبیر به تو گفت، اسم کوروشو نیار، به تو آره کور نمیخوره. زرتوش به تو گفت بیای به عنوان یه بانوی ایرانی به یه مرد فحش ناموسی بدی، پایین زیر زیر به تو نمیخوره، به تو 18 سال بدی، کی به تو تربیت داده، تربیت محمد رضا شاه یا رضا شاه، مادر تربیت جنده، محمد رضا، تربیت محمد رضا شاه یا رضا شاه، تو شهر نو یاد تربیت یاد گرفتی، آره اکی تا حالا یه بانوی ایرانی میاد فوش کیرم و تو قص فلان و بیرام میاد میکنه، ها اکی تا حالا، اکی تا حالا، نه اینکه یه هرزه جنده بیشرفی باشه که تو شهر نبوده، یعنی یک بانوی محترم شریف ایرانی هیچ موقع تو یه لایو یه مرد نمیره اپایی تنه هم صحبت نمیکنه، حیاشو حیاشو شرافت و کرامت و شخصیت خودشو احترام بهش میذاره و نگر میداره، ادعای ناموس پرستیشون هم میشه، شب تا صبح کس کونشون بیرون میندازن تو لایوا، خود ارضایی میکنن تو لایوا براندازا، بعد خوب با هم لاس میزنن خود ارضایی میکنن، بعد دعواشون میشه یکی عکس اینشو میذاره اون یکی عکسشو میذاره، بعد میاد اون یکی با هم گاوبندی میکنن، تو چرا عکس ناموس این را گذاشتی، ما ایرانی ما ناموس پرستیم، خب خواهر کس چرا شب تا صبح میای کس کونتو میندازی تو لایو که بعدا فردا بیاد، آقا فردا بیاد عکستو بذاره، بعد تو هم علکی بگی او ما ناموس پرستی، این ما چرا عکس ما ناموس ایرانی رو میذاری، خواهر کسه تو چرا میاد کسی کونتو میندازه بیرون که یکی بیاد عکستو بذاره، تو اگه شریف بودی اینجا نبودی، تو اگه خانواده دار بودی ها پایین تنه صحبت نمیکردی، وای نمیسادی تو روی یه مرد بش اکیرم و کسم حرف بزنی، ادعای ما زرتشتی ما خودمون دین داریم، میاد اروپا مسیحی میشه، کشیشه قص تعمید با آب معنی روش میکشه میشه کونی، میشه گی 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 گی، میره تو تظاهرات گیا و ترنسا پرچم
رنگی ور میداره بعد میان میسن به نام خدای رنگی کما بکن پیدا نمیکنه اینجا، اینجا بکن پیدا نمیکنه، میره پیرمرد پیرزنا رو پیدا میکنن، میکنن اینجا یه دوزار گیرشون بیاد. گیگی دوستان، دوستان محبت کنین، لایک کنین، لایک کنین داداش، دارن ریپورت میزنن، لایک بکنین، دورتون بگردن. اکوروش کبیر و زرتوش دم میزنه میاد اروپا، دینش و کوروش و همه رو میفروشه، بعد میاد به اسلام فوش میده تا حقوق سوشیال بگیره. دوستان مرتب لایک کنین، دوستان دارن ریپورت میزنن، لایک کنین دوستان تا ریپورتی برطرف بشه. بی حیا والا ما نهیدیم. به قدیم ما به همچین زنهایی میگفتن پتیاره، پتیاره ای. وقتی میاد تو یه لایو یه مردی از پایین تنه فوش میدی و از پایین تنه صحبت میکنین و از دادناتون صحبت میکنین، پتیاره خیز جنده این دیگه. مردایی هم که تو لایو باهاتونن گواد کسکشن خانم بیارن کونی هم. یعنی انسان شریف که یه حرفا رو نمیزنه که. دوستان مرتب لایک کنین دورتون بگردم، لایک پشت سرم همینجوری پایز لایک کنین دورتون بگردم تا این پشمک ها ریپورت دارن میزنن. تماماییشون همینه. به مرتضی علی همین هرزه علکی بگو این من تهدید کرد، اصلا من تو رو میشناسم، میرفت تو لایو چون میدونه من به قول یه آدمی هم که شناخته شدم تو این فضا، علکی میگو این منو تهدید کرده، میرم شکایت میکنم، من فلان میکنم، من بیسار میکنم. تو کی هستی که من تو رو تهدید بکنم؟ مالی حرفا نیستی. اون هم یه زن. چرا؟ چون میخواد تبلیغ بکنه، اکانت شناختش بشه، بیزنس را بندازه، بکن پیدا بکنه. رفتم بهش گفتم خجالت بکش، این کارا چیه؟ تو اگه نیاز به تبلیغ داری، نیاز به تبلیغ داری، احتیاج به رای کج رفتن نداره. تو درست درست عمل بکن، خدا هم بهت کمک میکنه. خدا شاهده به جدم رسول الله، همه ببین ابالا تا پایین همه چیزاش هم دارم. تو چرا علکی میای به مردم میگی این منو تهدید میکنه، این منو فلان میکنه؟ که هیجان درست بکنه و فوش سری بهشون میگی سلام علیکم، بهت فوش خوار مادر میده. میگه باید مثل ما لجن باشین. آقا ما مثل شما نمیتونیم لجن باشیم، ما نمیتونیم دینمون و مملکتمون و سرزمینمون رو بفروشیم. شما ها نمیدونم تخم و ترک کی هستین، به راحتی دینتون رو فروختین، چونتون رو فروختین، کستون رو فروختین، مکتبتون رو فروختین، ایران رو فروختین، اسرار مملکتتون رو فروختین. بابا من و امثال سید آیپوش نمیتونیم مثل شما بیشرف و بیناموس باشیم. ما تا رمق آخر از تمامیت ارضی مملکتمون دفاع میکنیم، از دینمون و مکتبمون تا رمق آخر، آخرین قطره خونمون دفاع میکنیم، هر کجای دنیا باشیم. شهامتش هم داریم، وجودش هم داریم، پرویی هم میکنیم تو سینه هر دشمن نانجیب ناشرفی که بد برای ایرانم بخواد و این پرچم بخواد، میریم هر کجای دنیا باشیم. از ایش که ترس وامه هم نهاریم، تو قلب اروپا هم نشستیم.
مثل شما نیستیم که. یه ذره غیرت داشته باشید. یه ذره شهامت داشته باشید. نجابت داشته باشید. به ما میگن ارزشی. آره ما از ارزشامون دفاع میکنیم. مقابل ارزشی چیه؟ بی ارزشیه. شما دنبال بی ارزشی میگردید. ضد ارزشیه؟ بی ارزشه. به ما میگن ارزشی. آره ما دنبال ارزشهای حقیقی میگردیم. شرافت، ناموس، وطن، خدا، دین، مذهب، پاکی، نجابت، غیرت، جمع مردی. عکس اینا چی میشه؟ که این براندازه و امثال اینا دنبالش میگردن، بیشرفی، بیغیرتی، بیناموسی، هرزگی، فحاشی، شهرنویی، خیانت به ناموس، خیانت به همسر، خیانت به نمیدونم به وطن، به دین، به مذهب، پایبند هیچ اصولی نیستن. مردم و عباس که تو فضای مجلس بهتون یاد دادن مسیح علی نژاد و نمیدونم کیکی و مریم زردری، بهتون یاد دادن که فقط فحاشی بکنید. هر کی ارزشه راجب ارزشای خوب و والا صحبت میکنه بهش فش خوار مادر بدین، از هیبتش کم بشه، از شخصیتش کم بشه. ولی هیبت و شخصیت شما روز به روز به اضمحلال میره، به فنا میره. شما رو خراب کردن، ما رو نمیتونن خراب میکنن. شب تا صبح بیاین آقا 200 تا گلوله و هفتیر بالا سر من بزنین، نه از دینم، نه از مکتبم، نه از تمامیت وطنم عدول نمی کنم و تا آخرین قطره خون برای دینم و مذهبم و تمامیت ارضی وطنم و این پرچمم دفاع میکنم. تیکه تیکم بکنین، تیکه تیکم ما هم بکنین، عدول نمی کنم، جان میدم برای این آب و خاک و دین و مذهبم. شما نیستم به اینجوری همه چیز بفروشید. حیا کنین. خب من یه 5 دقیقه یه دوستی رو میارم بالا ببینیم اون چی میگه. خیلی وقت منتظره. سلام آقا. آقا نت ضعیفه. ساموی عزیز، آقا سامو نت ضعیفه داداش. آقا اشکان سلام. آقا سلام. آقای آبی پوش سلام، درود بر شما. آقا من یه سوالی از شما دارم. خیره انشالله، در خدمتی. خیره. میگم که این تاریخ کشور ما که شما میگید این تمامیت ارضی از کجا شروع شده؟ از همون کوروش کبیر. ببین امپراتوریش که چقدر بوده، چقدر بزرگ بوده. خب کیا به گاش دادن، کیا به لب خال فروختن، از همون موقع شروع شده. خب الان این دین اسلام که وارده همه زار ساله، آذربایجان رو کی داد، هرات رو کی داد، کیا دادن؟ حداقلش آقا من میدونم اونایی که این پرچم آوردن 44 ساله یه ذره خاک ندادن. بیشتر 300-400 هزار تا شهید دادیم که یه قطره خاک، یه ذره خاک، یه قطره آب ندیم. ولی آقا. محمد رضاتون، رضا شاهتون، برو تا قاجارتون، برو تا اجازه بده دادن آقا، خاک دادن، فروختن. اجازه بده داریم صحبت میکنم.
میگم این خیلی دین خلاصه اسلام، بگو داداش، چون من بلایی رو ببندم. خلاصه میگم داریم در عرض 2 دقیقه با هم صحبت میکنیم. آقا من حرفی ندارم داداش، میگم آقا این دین اسلام کی وارد خاک مملکت ما شد؟ 1400 سال پیش. خب بعد از حمله اعراب. حمله نکردن، در دوران صفویه. پیغمبر ما، گوش بده، پیغمبر ما نه 1400 سال پیش وارد ایران نشد. اجازه بده به آقا، پیغمبر ما وقتی رسالتش اومد سه تا نامه فرستاد، سه تا سفیر فرستاد برای روم و برای ایران، پادشاه ایران و پادشاه فکر کنم فرعون مرون نمیدونم کجا بود. خب فرستاد گفت آقا دعوتش کرد، اونا خوندن. اون موقع هم اصلا سفیر هر سفیری هر کجا میرفت پستچی الان میشه، بود امنیت جانی و مالی و همه جوره داشت. آقا این نامه رو خون، گفت ما خودمون فلان نیاز به دینتو نهیم، زدن گردن یارو سفیره رو بریدن. آقا دین اسلام 1400 سال پیش وارد ایران نشده دوست عزیز. دین اسلام در دوران صفویه و حمله اعراب به ایران ریختن، تو ایران حمله کردن به زنان و بچه ها آقا و صفویه ملت ما تجاوز کردن. صفویه مال 800-900 سال پیش، همون موقع وارد، قبل از اون در ایران دین اسلام وجود نداشت. راجب مذهب تشیع داری صحبت میکنی یا اسلام؟ از همون موقع اومد وارد، از همون بعد به اسلام اومد که خلیفه دوم عمر اومد حمله کرد به ایران و فلان شد، بعد از اون جریان سفیری که گفتن خب حمله کردن و گرفتن. بعد جریان صفوی ها و تشیع و اینا یه بحث جداست. خب در دوران صفویه بود که این دین شیعه وارد ایران شد. نه اسلام مذهب. اما شما به من بگو آقا، شما اهل کجایی؟ به من بگو آقا اشکان، شما اهل کجایی؟ من شمال ایران. زنده باشی داداشم، دارت بگردم. شما چرا از جمهوری اسلامی آخه دفاع میکنی؟ آقا جان من آقا من از جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنم، از این پرچم دفاع میکنم به دلایلم. یکی از دلایلم اول حضورتون بهتون گفتم، اون زمان قبل از جمهوری اسلامی ایران آب فروختن همه کار کردن، ناموس ایرانی رو فروختن. آمریکایی می اومد تو ایران هر غلطی می کرد، هر تجاوزی می کرد. آقا آمریکایی کجا اومد تو ایران؟ نه از من پرسیدی وایس خود جواب تو بگیرتی. آخه داری بی‌احترامی میکنی. و کردن دیگه آقا، خود بزرگای وزرا و نخست وزیرا و مستشارای محمد رضا دارن اینو میگن، تاریخ اینو داره میگه. تو چرا آقا تاریخ همچین چیزی رو نمیگه؟ تاریخ میگه جمهوری اسلامی وارد ایران شد، دست به کشتار زد. تاریخی که اومد، جمهوریست که اومد، مملکت ایران رو فروخت. 10000 تا شهید دادیم. خب همین عربایی که خیلی میان میگن آقا شما تخم عربین و تجاوز و فلان، در برابر بعثیای عراق خب که 8 سال به ایران دفاع کردن، ما از 22 تا کشور اسیر داشتیم تو ایران. همونایی هم که رفتن 8 سال جنگیدن همه مال دوران شاه بودن، دست پرورده های دوران شاه بودن، زمان الان نبودن. که چی داری میگی؟ کدوم ارتش؟ شما با کدوم ارتشه؟ با کدوم هواپیما رفتی با عراق جنگیدید؟ آقا شما با کدوم هواپیما رفتی با عراق جنگیدید؟ آقا من سوال دارم میپرسم. آقا جان تو بی اطلاعی داداش. آقا شما با کدوم هواپیما رفتی عراق و بمباران کردید؟ گوش بده، ارتش درست حسابی نه، اکثر جنرالا و نمیدونم سرتیپا و سرنگا دیگه همه رو کشتن اول انقلاب. گوش بده، تمام این 8 سال جنگ و درست ارتش بودن، تاج سرمون نیرو هوایی بود فلان بود، ولی اون کارآمد اصلی رو نداشتن. مردم ایران از بچه های 13 و 14 و 15 ساله بگیر تا الاخر، تا پیرمرد 80-90 ساله رفتن، عربش، عجمش، ترکش، نمیدونم بلوچیش، سیستانیش، تهرانیش، اصفهانیش، رفتن با چنگ و دندون از ایران دفاع کردن. آقا شما از همون سلاح اجازه بده دیگه، حرف زدی حرفم گوش کن.
گوش مادر کن دیگه، حرف فرزند میزنی ضعیفه. صحبت میکنی، صحبتم گوش کن. نه شما معلومات اول ضعیفه، اون چیزایی که انقلاب، به شما گفتن اشتباهه. اجازه بده، شما اول انقلاب رفتی از سلاحایی که شاه خریده بود، از خب خریده هواپیمای اف باشه، 4 فانتوم شاه خریده باشه، استفاده کردی. خریده باشه، و از خب کجا می پس آورد؟ شما از وقتی داشتی آمریکا از اون گوش نیروی بده، نظامی که اون وقتی ساخت که استفاده آمریکا کردی. تحریم کرده بود، گوش بده، اگه نمیدونی بدون، من میدونم، من بودم اونجا. وقتی همه کشور تو سن سالی شهر نداشته باشی خبر نداری که هرچی که تو سوشیال مدیال بهت میگن میگی آره همونه. نه آقا، شما رفتی آره بابا جنگ موجی نمیدونی، شدی. اطلاع نداری، همینجوری داری یه چیزایی بهت گفتم فکر کنی آره، نه اینجوری نیست. دوست عزیز، شما مردم هم با چنگ اطلاعات یه تمام طرف است. آمریکا و آلمان و همین کشورهایی که الان شما توش پناه افسار شما توش پناهنده شدین سلاح شیمیایی میدادن به این صدام بیناموز که رو برای چی سرباز خمینی ملت ما تحریک بمیره. میکرد؟ خب برای چی خمینی هی صدام رو تحریک کرد؟ هی میگو برین صدام رو کله پا حالا کنید. بهارت خمینی بود خب. بله، به خاطر اینکه از اول اومد جنگ رو راه انداخت تو ایران. بارو پایین، بارو پایین، برو معلومات تو اضافه بکن، معلومات تو، معلومات تو، برو یه دوره تاریخ بخون. آقا شما مملکت رو ویران کردین، جنگ رو انداختی تو کشور، 8 سال جوانای مملکت رو پرپر کردی. آره شما همینا رو بلد خمینی تو بارو بابا مثل ربات شدین، هرچی بهتون گفتن فقط همونا رو میخورین میان میگین. ما بعد 22 کشور عربی اسیر داشتیم تو ایران، اسلحه به ما نمیفروختن، اسلحه به ایران نمیفروختن، سلاح ها تمام آمریکایی بود، ذخیره نمیدادن. قطعات نمیدادن. همین کشورهایی که ادعای دموکراسی و آزادی و نمیدونم حقوق انسان میکنن سلاح شیمیایی میدادن به صدام، صدامی که بعدن شد دیکتاتور، براشون رفتن ساقطش کردن. منافقین کثیف رفتن بغلی دادن به صدام، محسود رجوی تو، اشرف تو، نمیدونم فلان تو. انصافتون کجاست؟ خجالت نمیکشین، مثل یه توتی شدین، هرچی بهتون من تو میگه و انترنشنال میگه و نمیدونم رادیو فردا و نمیدونم این چرت و پرتا و موساد اینا بهتون میگه مثل توتی تکرار میکنین، میگه همینه. ما شاه داشتیم، شاد اگه خوب بود بهره نمیداد، هراتو نمیدادن، آذربایجان نمیدادن اگه شاهاتون خوب بودن. ولی جمهوری اسلامی ایران زیر این پرچم 400-500 هزار تا شهید دادن، یه ذره خاک ندادن. همینی که شما تهمت میزنین به عربا و میگه تجاوز کردن، الان عربا اینجوری شدن از دست ایران. عربا میان داد میزنن میگن عربای اعراب دارن میگن، خب نه عربای ایران و شریفاشون رو پاک، میگن ایران 4 تا کشور عربی رو اشغال کرده، بحرین و نمیدونم عراق و یمن و لبنان دست ایرانیاست. انواع و اقسام سلاح میدادن به این صدام گور به گور شده. بچه های مجبور میده، بچه های جوون 13-14 ساله کم سن و سال میرفتن از مدرسه میزدن میرفتن، غیرتشون از تو و امثال تو بیشتر بود. من حجم دارم، پدرای شما همون کسای بیشرف بیناموسی بودن که دژبان مرکز دنبالشون میکرد فرار میکردن از ترس کونشون که سربازی نرن.
شما تخم ترکه همون بیناموسایی. شو اصلا داشت لا اله الا الله کفرم نمیاد از همچین آدم های بی سوادی که مغزشون رو سپردن دست این رسانه های که دشمن ایرانن. آقا بگردین خود دشمنت میاد یارو همایون شهرام همایون کیه برین آقا گوش کنین علنی داره میاد میگه آقا شما اگه یک بار دیدین تو رسانه هاشون یه چیز خوب راجع به ایران گفتن 100 سال عمر بی بی سیه، یک چیز خوب راجع به ایران گفتن شما هر چی گفتن باور بکنید. ۲۰۰-۳۰۰ سال ایران رو گاه دادن تیکه تیکه کردن، شما بازم میرین حرفاشون رو گوش میکنین، فتنه هاش دنبال فتنه هاشون میدن. خجالت بکشید. همین سال 98 الان این پسر نوشته اوکراین یادم افتاد. سر همین سقوط هواپیما و زدن هواپیمای اوکراینی دنیا رو شما وطن فروشا زیر و رو کردین، آبروی ایران رو بردین، اما سردار ما گفت آقا رگ گردن من از موام نازکتره در برابر هم. من خدا میخواستم روزی 100 بار بمیرم ولی اتفاق برای هواپیما نیفته. شما می نشستین تو همه دادگاه ها رفتین شکایت کردین این ور اونور کردین گفتین ایران عقص زده هواپیما رو، بی ناموسا یادتون رفت؟ آبروی ایران و مملکت و خودتون و همه جا رو بردین. تا یه هفته پیش حکم که دادگاه در اومد تقصیرکار کی بود؟ شرکت هواپیمایی اوکراین. هی بهتون میگفتیم آقا نکنین آبرو مملکت، مگه ایران کسخله آقا بیاد از قصد هواپیما رو بزنه یه بهانه به دست دشمن بده؟ ولی شما بهانه میدادین چون ذاتتون وطن فروشه، ناموس فروشه، آدمای ضعیفی هستین. آقا عزیز من این دوستتون دارم، مراقب خودتون خوبیاتون باشین، زنده باد مقام معظم رهبری، زنده باد جمهوری اسلامی ایران، زیر پرچم این پرچم، این پرچم باید به دست صاحبش برسه انشاءالله، صاحب آقا امام زمانه. اللهم عجل لوليك الفرج بالعافية والناس وجعلنا من اعوانه وانصاره ومصارعين اليه ومستشهدين بين يديه، امين يا رب العالمين يا علي مدد.